اندیشیدن برترین سرمایه انسان برای رسیدن به کمال. مسیری پیش روی ماست که همه آدمیان ناگزیر از پیمایش آن هستند. مسیر زندگی. عمر مدت توقف ما بر روی این خاک است و در این توقفگاه هر کدام از ما با آن چیزهایی دست می‌یابیم که بدانها فکر می‌کنیم. آرزوهای ما، تمایلات درونی ما، اعم از مادی و معنوی، مسیر تفکرات ما را به وجود می‌آورند و بالعکس. اندیشه های ما نیز مکمل مسیر رشد و حرکت ما هستند. اکثریت مردم تفکراتی در حد همان تأمین معاش و روزمرگی های خود دارند و هرگز نمی توانند تولید کننده اندیشه و تدبر باشند. اینان به دنیا می آیند که پیرو باشند، آمدند که خورنده افکار دیگران باشند و به عبارت ساده تر مقلدند، نه القا کننده. دوست دارند تا از افکار و اندیشه های آماده شده دیگران بهره گیرند، حتی اگر آن آرا کهنه، پوسیده و فاسد باشند اهمیتی ندارد. خورندگان فکر و مقلدین اصلاً کیفیت و کمیت و درستی و بطلان آنچه نصیبشان می شود را ارزیابی نکرده و محک نمی زند. مهم این است که چیزی برای انباشته کردن ذهنشان داشته باشند. اگر به جوامع سنتی، به خصوص در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین نگاهی بیاندازیم، به این ادعا پی خواهیم برد. قبایل و اقوام بسیاری هستند که در طی هزاران سال گذشته به انجام دادن مراسم و آیین مشغولند که هیچ عقلانیتی در آنها یافت نمی شود، ولی برای آن مقلدان فاقد تدبیر برترین نوع زندگی همان است. اما بدتر از آن نوع زندگی که بومیان آن مناطق دارند، زندگی ما مسلمانانی است که از بالاترین دستورالعمل تمام هستی جهت دستیابی به اندیشه های پویا برخورداریم ولی به کار نمیگیریم. همانند اینکه گم شده ای در جنگلی تاریک و مخوف و مملو از پردگاه و چاله گیر افتاده باشد، آن هم در حالی که قطب نما و چراغ و همه گونه وسایل ارتباطی در کولش دارد. اگر چنین انسانی از آن وسایل نجاتش بهره درست نگیرد و در آن تاریکی فنا شود، هیچ انسان عاقلی کارش را توجیه نمی کند. شاید تکرار مکرر ارجاع دادن دیگران به تفکر در قرآن کریم با عنوان برترین و کاملترین راهنمای بشریت برای عده بسیاری ناخوشایند باشد. شاید همین توصیه بنده را هم نوعی تقلید از دیگران به شما را آورده و بگویند که تحت تأثیر سخنان القا شده قرار گرفته و به کتابی کهن و فاقد ارزش برای بشر امروز چسبیده است. ولی اگر به خود زحمتی دهید و در این کتاب آسمانی اندکی تفحص کنید
در میابید که صاحب آن علوم و خالق مطلق من و شما کتابی مختص برای اندیشمندان نازل فرموده است. قرآن کریم هرگز محدود و محصور در زمانها و مکانها نمی گردد. حتم دارم اگر عمر این جهان چند هزار سال دیگر هم ادامه یابد، باز هم قرآن می تواند اندیشمندان و فرهیختگان آن دوران را هم به چالش بکشد. اندیشه برترین سرمایه و گرانبهاترین گنجینه برای کسانی است که قدر و منزلت مقام آدمیت خیش را فهمیدند، کسانی که می دانند که بالندگی بشر در تدبر و تفکر اوست، نه در بی اختیاری عقلانی فرو رفتند. بی اختیاری عقلانی یعنی آن که شخص قدرت آن را ندارد که در برابر افکاری که به مغزش راه می‌یابد مقاومت کرده و گزینشی عمل کند. آدم عاقل مختار خودش تعیین کننده ورودی آرا و نظرات دیگران است. آنچه را که حق و صلاح بیند می‌گیرد و مابقی را دفع می‌کند. برای رسیدن به همین مرتبه نیاز به سالها تفکر و مطالعه داریم و به نظرم میانبر درک کلیه علوم و معارف تجربی و نظری و علمی همین قرآن مجید است.